برنامه خداوند یکتا و مهربان بیندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های گرم ما و تقدیم یک و یک شما عزیزان بیننده باد. صحت سلامتی تندرستی و موفقیتتان از دربار خالق یکتا آرزو میکنیم. امیدوارستیم جور و تندرست باشند و در زندگی موفق دور از تمام امراض بخصوص ویروس کرونا باشند. همی آرزو رو بر وطنداران درمند خود در داخل افغانستان نیز میکنیم که جور باشند و صحتمند و تندرست و از گزند تمام آفات آسمانی و زمینی در امان خدا یکتا باشند. دشمنان مردم ما همیش سرنگون و روسیا و شرمسار باشند. با همین آرزومندی بینایرامی خوشحال هستیم که باز هم با تقدیم برنامه سخن روز شام دوشنبه 28 ماه نوامبر مهمان خانه های شما عزیزان بیننده هستیم. ساعت مزدت میخواییم در برنامه امشب بیندگرامی مطالب جالبی را برای شما انتخاب کردیم که امید از مورد توجه شما قرار بگیره. در دغاز در مورد اسپانسر ها صحبت خواد کردیم، از اوضاع افغانستان میگیم و در آخر هم از استفاده نادرست تلفن‌های امراه برای شما میگیم که چقدر ما با بعض کارهای ناشایست خود باعث بروز جنجال ها و اختلافات و مشکلات میشیم. پس امیدوارم برنامه مورد توجه شما سروران گرامی قرار بگیرم. امروز هم ما تماسی از داخل افغانستان داشتم، هر روز داریم، امروز هم زیادتر بود. شما در صفحه فیسبوک هم برین پیام های گذاشته شده از داخل افغانستان هم. بیندگرامی در مورد اسپانسر و کارهای امیگریشن و آوردن اقارب ما واضح تر صحبت میکنیم، چون هیچ منفعت نداریم جز ای که برای شما ما کش میکنیم که جنجال پیش نبه و دست شما به دامن دزدای مسلکی نفته و خلاصه مشکل برتان پیدا نشه. به اون خاطر ما بعضا صحبت میکنیم، ولی یک خواهش دارم، ما میتونم که ار روز صحبت کنیم در این رابطه، ار روز وطنان خود اپدیت کنیم برشان مطالب جانب ره، اما بدبختانه وقتی که اینیم خبر نشه میشه هم وطنان ما فکر نمیکنن که اینمی ده ما فعلا امیرابطر صحبت میکنیم. دنبال ساعت هم نمیگردن، ساعت چند است، صبح است، شب است، آجل زنگ زدن شروع میشه. به اون خاطر در بعض موارد ما نمیخوایم صحبت کنم، چون هم وطنان ما خب اونو مشکل دارن، اما گاه گاهی آدم باید نزاکت ها رو هم مراد کنه. جایی که مشمون زنگ میزنیم خب می تلفن امرا کالی به یک شیطان اکتب دیر شده، همین که همین تنها بگوین که what time is in Kabul, what time is in Germany, what time is in Canada، آجل بر شما میگه. به اون خاطر ما از وطنان خود مخصوصا داخل کشور سیمانه تقاضا میکنم وقتی که تماس میگیرین یک مرتبه ساعت تنم سعی کنین که چند بجه است، چون زنگ تلفن ما هیچ وقت گل نمی باشه و ما معمولا تا یک کنین دو بجه را بیدار هستم. بعد از اون کمی که میخوابم و هم تلفن رو که هم خوابم از بین میره. خب به هر حال یک اجدار یا یک خواهش بسیار دوستانه بود که نه تنها برای ما، از هر جایی که از یک کشور به کشور دیگه زمین، خب اروپا یک ساعت نیم ساعت تفاوت داره، مهم نیست، اما از اروپا اگر مثلا افغانستان زنگ میزنین باید چک کنین و کانادا آمریکا زنگ میزنین چک کنین و استرالیا زنگ میزنین چک کنین، اما تا از افغانستان اگر به اروپا و کانادا آمریکا و اینجا زنگ میزنین ساعت تنه یک دفعه چک کنین که چند وجه از تفاوت ها از بعض جای 9 ساعت، بعض جای 8 ساعت، بعض جای مثلا اینجا تا کانادا تا استرالیا 14 ساعت تفاوت است، که اینی چیزها را اگر برات کنین خوب میشه. و بعضا نمی تلفن های بیموقعی است که طرف این تلفن شما را جواب نمیگه تا که نزدیکترین فرد فامیل شما باشین. آنچه که جنجال آفرین شده و برای مردم ما مشکل آفرین شده مسئله اعلان دولت کانادا در رابطه با اجرای 3000 اسپانسر هموطنان ما در گروپ 5 نفری بود که اگر امتیازش همین بود که مهم نیست که کسایی را که شما سپانسر میکنین ثبت سازمان ملل متحد باشه. برای از اینکه شما میفهمید که وقتی اگر شما گروپ 5 نفر را سپانسر میکنین
اول خود در کشور خودش باید نباشه، در کشور دوم که می باشه باید ثبت سازمان ملل متحد باشه. و تنها در یک مورد استثناء قائل هستند که اگر سپانسر از طرف کدام انجمن و یا اتحادیه شوه، اون موقع ادمین است که شما ثبت ملل متحد باشین. خب یک امتیاز دادن برایشان که یک 3000 سپانسره. حالا شما فکر کنید که حداقل بین فکر کنم 2 تا 250 هزار هموطنان ما، شاید هم بیشتر، در کانادا زندگی کنند. وقتی خبر شنیدن و کلیپ های هموطنان بی‌مسئولیت ما را هم شنیدن که هر کی هستی، هر چی هستی، کار میکنی نمیکنی، در کمک دولت هستی نیستی، الاجر سپانسر کو، یک شور یا غوغر بپا کردن و همگی به دامن یکی دیگر رفت که خب پنج نفر است امیر یک امضای تنها کار دارم پس. و امی بود که جنجال پیدا شد و بسیار دوستا و بسیار فامیلا و بسیار کسا از هم دیگر ناراحت شده. و هنوز هم بعض وطنان ما چه داخل چه خارج از کانادا تماس میگیرن، امی ما یک نفر که بود امیره بیش شما یک امضا کنین. خب این یک امضا سما بعض از هموطنان ما و یوتیوبرهای عزیز ما هم شاید متوجه مثلا شد، چون میگریشن باریکی های خود داره. بعض مورد که ما معلومات میگیریم برای از اینکه ما 5 سال 6 سال خودم مستقیم با امیگریشن در بخش سپانسرشپ کار کردیم، بالاخره اتحادیه داشتم و تقریبا 2150 سپانسر ما به امضای خودم داخل کانادا آمده در دهه 90. اون معلومات ها رو ما به اساس تجربه کاری خود براتون میگم، نه به خاطر ساختن پول در کلیپ در یوتیوب. این 5 نفر را که دولت کانادا اعلان کرده به خاطر سپانسر، اینها کدامش مسئولیت دارن؟ سر که امضا میکنن، امضا از یا برای چیز امضا نمیکنن که ما این فرم اینو براتون به خاطر خوشی اکس وای خراب کنده. او شرایط ما داشته که خب شما وقتی که نمی سپانسر میایه مجبور و مکلف هستین که تمام احتیاجات زندگیشان، ضروریات زندگی از اینا را برای 1 سال یا 2 سال هر چیزی که میگیشن تعیین میکنه پرداخت کنین. پول کار دارن، سودا کار دارن، هر چی کار دارن، چون اسپانسر شخصی میشه باید شما این را باید برشان بپردازیم. و اگر کسی که اسپانسر میشه میایه و 5 نفر رو اسپانسر کردن، وقتی نفر میگه از این کس پس هموطنان میگه او خدا نکنه ما نیستی، او برادر شما ما میگیم از چه آمدیم، شما میگین دل خالی است. ما اینجا 30 سال با این مشکل تیر کردیم، ما تو واضح براتون صحبت میگیم، ما یکی دو صد ها کس بیشتر ما اینجا داشتیم که اسپانسر آمده. اینم تا اول گفتن که ما والا جنجال خلق نمی کنیم، مردم های خوب هستیم، چی هفته اول تیر شده، در ماه دوم نارسیده اینا رفتن تقاضای کمک به دولت کانادا رو کردن و اسپانسرهاشون هم گفتن که برادر ما والا امکان کمک نداریم. پس هیچ کدام پروسی نو برای من نیست، برای کسایی که اینجا تادیت کار کردن، مثلا برای تادی افغان ها یا برای انجمن زنان افغان، یک چیز جدید نیست. و همین خاطر است که آل تضمین میگیرن که اگر شما سپانسرتان مشکل پیدا کرد از پول تضمین باید چی گیره. ولی در پول تضمین دیگه مسئولیت های دیگه هم وطنان ما دارن که باید متوجه اون مسئولیت ها شه. پس تو که شما هموطنان گرامی ما در کلیپایی که برای شما ارسال شد تصور کردین که بسیار یک پروسه ساده است، ساده نیست، مسئولیت ها و جنجال های خود داره که برای بسیاری از هموطنان ما پذیرفتن مسئولیت مشکل است. چون اگر کسی را شما سپانسر میکنید و او سپانسر میام و قراردادی که از قرارداد از بین میره، نفر که اعمال کرده برای چند سال دیگه باز حق سپانسر کردن نداره و برای خود از جنجال خرق میشه. به خاطر من این مسئله را در فیسبوک هم گفتم، بینای گرامی از طریق تلویزیون رو میگم که در مسائل سپانسر و در مسائل کار دولتی کوشش کنی کمی دقیق تر باشی. یعنی تو برای عزیز ما که معلومات میگیرن حداقل پیشینه یک کار هم مطالعه کنن که مثلا اینجا چی گذاشته، یا آقای مگرشن در این رابطه چی میخواید. چون من توضیح دادم برای شما امتیاز نیست. مثلا امروز فکر میکنم که ونکوور بود، اینا به کمبود دکتر برابر شدن. امروز اعلان کردن که ما بسیار آسان ساختن برای پذیرش دکترها.
مثلا تورنتو میگه که من به کمبود کارگر بسیار پایین در پایین ضرورت دارم، اینا مجبور هستن که پیدا کنن. به این خاطر سالانه اینا که سابق 100 هزار بود 200 هزار روز 400 یا 500 هزار ساختن، چون تقاضا زیاد شده، تقاضا زیاد شده مجبور هستن یا مهاجر بیارن، چون مهاجر که یک سال دیگه تر میکنه دیگه اون کارهای بسیار پایین و صفاکاری و پاکاری و شستشو جمع تمیز کردن و هتل و رستوران و تشناب اینا رو دیگه نمیکنن. خود کانادایی‌ها به اصطلاح این کارا رو هیچ وقت نمیکنن. پس این کارهای مربوط میشه به مهاجر و اینا بر اساس کاتگوری مهاجر اجتماعی. مثلا شما در ماه دسامبر خلاص میشد، در اوایل جنوری فبروری کانادا بحث از صدها چی که تقریبا یک هزار یا یک نیم هزار محاسب از این میاره. پس اینا میفهمن که کی نه از کجا بیارن. در این رابطه یکی که امیدوار است من وطنان ما بیشتر از این رابطه خراب نکنن، دومی که بعد از تاویلدهی ننگین دولت توسط خائن فراری اشرف غنی به ترستان طالب، بازار تجارت یک تعداد کسانی که واقعا عیسیت و شرف و عزت و وجدان همه چیز خود را پای پول ریختن گرم شد. اینا به توجه به ای که هموطنان ما امروز روزای بسیار سرد و سخت و سیاه و غم‌انگیز را در افغانستان سپری میکنن، به دنبال از اونا رفتن و از هر کدام از اینا پول میگیرن به نام از ای که ما شما را اسپانسر میکنیم، ما شما را به حساب ویزه سیاحتی میگیریم، ویزه تحصیل میگیریم، ویزه این و آن میگیریم، شما را به کادا ببینیم پولتان را برای ما بتین، این خط پول میشه. و حتی دفاتر هم میسازن، وبسایت هایی میسازن، وبسایت ها بعد از یک مدت ما که یک مقدار پول وارد شد از بین میره. امروز هم هموطن زنگ زدن از کابل، گفتن که یک تن از هموطن، دو سه تن از هموطنان ما از مونتریال پولای مردم ها گرفتن، یک تن از در تورنتوست که در مساقه زندگی میکنن، گفتن که در همکاری با فامیل خود اینا پولای بیشماری از مردم گرفتن و وعده های بیشمار دادن. اونا در جهت ساختن مستندسازی هستن که برای ما مستند روان کنن و ما هم به توجه به ای که کی می باشه این نفر برای شما نشون میکنیم، معرفی هم میکنیم. اما تو که در کسای قبلی با پلیس هم کاری کردیم، کسایی که حق هموطنان ما ظلم کردن، هموطنان ما را در بدترین حالت ترک کردن، رها کردن، پولایشان گرفتن، ما در برابر از اونا رحم نداریم. اونا را دو تا سه تحویل قانون میتیم که قانون با اونا برخورد کنن. بس یک خواهش دارم، من هیست یک هموطن، من هیست یک برادر که دست بردارین از این بازی ها. این پول واقعا یک کاغذ کثیفه است که انسان وقتی که تسلیم پول شوه، انسان تمام چیز خود، ارزش های انسانی خود از دست میده. اما امی حالت وطن شما هم کسایی که البته دست به می کارهای غیر قانونی میزنه، شما درک نمیکنین امی پول از هم وطنان ما از کجا میکنن. اصلا چندین هم وطن ما بره مثلا از می ترکیه تا خدا شاید است که گفتن ما خانه خودم فروشیم پول خود ما بره تو اعتماد میکنیم تا کار مسرت بگیره. ولی من خنده کنم گفتم که برادر من نه کارتان انجام داده میتونم نه پولتان هم ضرورت دارم. چرا خدا بی خانه و بی جای میسازین کسی که یک پروسی که شما هیچ شامل از اون نمیشین؟ بین کمی رحم کنیم به حال خود. بیگانه به حال ما رحم نکردیدین در چل سال پس این چی کارهایی که بیگانه ها در حق ما و شما نکرد، از روز گرفته تا کشورهای منطقه و تا امریکا آخرش و تا این نیست و تا همگی آمدن و کوبیدن و فرق سر ما و شما و مورد به زمین گور کردن. و بدتر از ویست که وقتی که بیگانه نیست ما بکلا و سر یک دیگه خود میزنیم. با خدا پولی را که شما از وطندارایتان میگیرین به عناوین مختلف، یا کسایی که پول دزدی کردین آمدین اینجا خانه کش خریدین، موترهای یک لک دلاری که کش خریدین در اینجا چی در کانادا، امریکا، چی در اروپا، خدا شاید است که پولتان حرام است. این پول یتیم و صغیر و بینوای وطن ماست. با
و خدا اونجا که لقمنان یاد ندارن که پیدا کنن بخورن، لقمنانی را که شما از رای نامشروع و حرام میخورین به خدا زهر از زهر. بحال به این اکمه وطندارای گرامی و بیاد مردمتان باشین، اگر کمک کرده نمیتونین حداقل اذیتشان نکنین، آزار نتیشانه که این روزای سخت اونا پشتر گذاشتاندن و مگذرانن. ولی یادتن باشه که اگر این زمستان یخهایش آب شد و مردم ما پس به بهار واقعی رسیدن، اون موقع قضاوتهایشان سر هر کدام ما شما فرق میکنه. اون موقع اینا یادشان میه که کی در روزای بد در کنار ما بود، کی در روزهای بعد مانند انبور گوشت ما دو انبور گوشت ما را کردند و خوب خودشان و فرزندانشان خوردن. پس خواهش ما رو بپذیریم بیدگرامی. ما هر شب در رابطه صحبت میکنیم به این معنی نیست که ما گپ دیگه برگفتن نداریم، ولی درد است. درد وطن واقعا جدا از تمام درد هاست. کسی که واقعا درد وطن به اساس انگیزه درک کرده باشه، نه کسایی که درد وطن به حساب پروژه محاسبه میکنن. اون پروژه یا نه درد دارن، نه اس دارن، نه وطن دارن، نه مردم، همه چیز از اونا پول است. اما کسانی که به اساس انگیزه درد وطن هست میری، برای از اونا پول ارزش نداره، درد است که درون از اونا هم با خود میخوره. بیده گرامی بوده یادآوری و یادتن باشه که در لابلای برنامه ما گزارش داریم هم از رستوران نان و کباب که روز شنبه پروسه جمع‌آوری غذا برای بانک غذای انتریو شروع کردن و تعداد زیادی از هموطنان ما اونجا غذا بردن و تحویل دادن و او به بانک غذا تحویل داده شد و در بانک غذایی به مستحقین توزیع میشه. که گزارش هم در بخش خبرهای انتریو میشنوین. خب پیش از این که بریم به سراغ خبرها، وقتی که حرف از زمستان است و از مصیبت است و از بدبختی است و از فقر است و بی‌نوایی است، اون گزارش هم نشر شد که زمستان سرد و فقر ویرم در افغانستان. گزارش با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. در حالی که فقر در کشور بیداد میکند و دامن بحران اقتصادی با گذشت هر روز گسترده تر میشود، نهادهای امدادرسان از کمبود بودجه در افغانستان خبر میدهند. اداره سیگار به تازگی گفته است که نهادهای مددرسان در افغانستان برای کمک به نیازمندان پول کافی در اختیار ندارند. با توجه به اینکه زمستان دشوار در پیش رو است، کمبود بودجه سازمانهای مددرسان میتواند وضعیت اقتصاد کشور را وخیمتر سازد. آگاهان امور اقتصادی از پیامدهای ناگوار کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان خبر میدهند و میگویند که با کاهش این کمک ها ممکن فاجعه اقتصادی در کشور رخ بدهد. آنان از طالبان میخواهند که سیاست خود را تغییر دهند و توجه نهادهای مددرسان را به کشور جلب کنند. اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار روز یکشنبه به نقل از نهادهای مددرسان در کشور گزارش داد که این نهادها بودجه کافی برای کمک به نیازمندان ندارند. سیگار به نقل از مارتین گریفت، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، آورده است که برای کمک های بشردوستانه در سال پیش رو به نیازمندان در افغانستان به 4.4 میلیارد دلار نیاز است، اما سازمان ملل متحد تنها 1.26 میلیارد دلار در اختیار دارد. با این وصف سازمان ملل متحد در سال پیش رو با شکاف 3.14 میلیارد دلار مواجه است. بر اساس معلومات سیگار، برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در ماه میزان سال روان خورشیدی خواستار 1.14 میلیارد دلار برای عملیات کمک رسانی در 6 ماه پیش رو شده بود. این بودجه برای توزیع کمک به نیازمندان در افغانستان در فصل زمستان امسال و بهار سال آینده خورشیدی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این، برنامه جهانی غذا حدود 172 میلیون دلار دیگر برای انتقال غذا به مناطق کوهستانی و دشوار گذر نیاز دارد. سیگار از کمبود در بودجه 75 میلیون دلاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز خبر داده است.
این بودجه قرار بود در بخش کودکان در افغانستان به مصرف برسد. افزون بر این، سازمان جهانی مهاجرت در بخش افغانستان 3.6 میلیون دلار برای سال پیش رو در افغانستان نیاز داشت، اما اکنون با 66% کاهش بودجه مواجه است. طبق معلومات سیگار، دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان نیز امسال از مجموع 110 میلیون دلار پول درخواستی برای کمک به زلزله زدگان تنها 44 میلیون دلار به دست آورده است. سیگار در حال از اشتار مبنی بر کمبود بودجه بخش‌های امدادی سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده است که بخش‌های بشر دوستانه این سازمان پیش از این گفتند که زمستان سرد و سخت شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند. آگاهان مسائل کاهش کمک های نهادهای مدد رسان به افغانستان را به زیان کشور توصیف میکنند و از پیامدهای ناگوار آن هشدار میدهند. مجیب رحمان عثمانی، استاد دانشگاه و آگاهی امور، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفته است افغانستان در چندین حکومت گذشته نیاز به حمایت های مالی داشته و این کمک های بشر دوستانه کشور را از بحران بزرگ اقتصادی نجات داده و شاید هم جان صدها نفر را نجات داده باشد. ممکن روند توزیع کمک ها شفاف نبوده، اما به دولت افغانستان سودمند واقع شده و کشور را از بحران نقدینگی نجات داده و ثبات مالی را در بازار مدیریت کرده است. عثمانی می‌افزاید با رسیدن فصل سرما و کاهش کمک های خارجی، افغانستان به سمت یک فاجعه بزرگ روان است. فقر سبب افزایش سیل از مهاجرت ها می شود. کاهش کمک های خارجی به افغانستان سبب افزایش فقر می شود و فقر باعث شیوع بیماری های گوناگون می شود. پیامدهای منفی کاهش کمک‌های خارجی در سال‌های آینده قابل لمس و غیر قابل کنترل خواهد بود. با این وصف، آگاهان مسائل اقتصادی از طالبان می‌خواهند که برای جلوگیری از قطع کمک‌های خارجی که منجر به افزایش دامنه فقر در کشور می‌شود، سیاست خود را تغییر دهند و توجه نهادهای مددرسان را به افغانستان جلب کنند. مجیب رحمان عثمانی می‌گوید روی جذب کمک‌های خارجی بیشتر تمرکز شود. فاجعه‌ای که در راست باید به نهادهای کمک رسان به تصویر کشته شد تا تشویق شوند کمک ها را افزایش دهند. این آگاه مسائل اقتصادی همچنان توصیه میکند که شهروندان برای مقابله با فقر به اقتصاد روستایی روی بیاورند. در کنار این همه، سیگار از نیازمندان 2.2 میلیارد دلار اضافی کمک عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر میدهد. این پول قرار است برای رسیدگی به وضعیت شهروندان در افغانستان و کشورهای همسایه به مصرف برسد. این همه در حال است که وضعیت اقتصادی کشور با گذشت هر روز وخیمتر می شود. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد چند پیش آمار تازه از بحران غذایی در افغانستان ارائه کرد. بر اساس آمار این نهاد، از هر 10 شهروند افغانستان 9 تن نمی توانند غذای کافی برای خود تهیه کنند. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. دولت استرالیا اقدام کرده که واقعا در خور ستایش است و امیدوار هستم که دیگه کشورها هم آنچه را که دولت استرالیا تصمیم گرفته انجام بدن و همه تا امیدوار هستم روزی در داخل کشور چنین اقدام صورت بگیره. چی کار کرده استرالیا؟ پس از نشر گزارش در مورد جنایات منتسب به ارتش استرالیا در افغانستان، وزارت دفاع استرالیا قصد دارد مدال های فرماندهان نظامیش در ماموریت افغانستان را از آنان پس بگیرد. کانبرا تایمز استرالیا امروز به نقل از ریچارد مارلز وزیر دفاع این کشور گزارش داده است که بر اساس یافته‌های گزارش نفرت انگیز بریتون در مورد جنایت جنگی ادعای در افغانستان، مدال‌ها از افرادی که در پست‌های فرماندهی در افغانستان بودند گرفته می‌شود. ریچارد مارلز ادعای جنایت جنگی در افغانستان را شرم ملی خوانده و گفته است که برای گرفتن مدال‌ها از فرماندهان نظامی باید با آنان صحبت شود. او با اشاره به گزارش نشر شده از عملکرد ارتش استرالیا در افغانستان تصریح کرده است. این یک گزارش اساساً مهم است و باید با نهایت احترام به آن برخورد شود.
یافته های رسانه های بریتون نشان میدهد که برخی از نیروهای استرالیایی که در افغانستان خدمت میکردند بین سالهای 2007 تا 2013 39 غیر نظامی و زندانی را به طور غیر قانونی کشتند و با دو نفر دیگر با خشونت رفتار کردند. که امیدوار هستم به زودی شاید پسگیری از این مدالا شیم و امیدوار هستم که هموطنان ما روز صاحب یک دولت قوی مرکزی شن و تمام مدال هایی را که دو خائن ملی بر سینه های خائنین نصب کردن این مدال ها را پس دوباره از اونا بگیره و منیس خائنین ملی نام از اونا را در سرخط اخبار بنویسه. این که مثلا دیگه تانسیز اکلی لکی میکه قیومی که مقصد همی خواهینی اینه که از داخل از بیرون از یک زندگی آرام و مرفه رفتند و سخت بیرحمانه ظالمانه خائنانه بیوجدانانه دزدی کردند و آمدند و آل عیشنوش میکنند. اینا رو باید نه تنها مدالایشان پس گرفته شوند که به محکمه سپرده شوند و با اینا کاملا برخورد قانونی صورت بگیره تا اینا از دل مردم بیاین و مردم امروز بیاین که نان برای خوردن ندارن. 90% مردم ما در زیر خط فقر است که امیدوارستیم یک روز همین شیر در وطن ما عملی شود که آه بیگناهان سخت گیرد بسی کس را ز تخت و بخت گیرد. بیاگرامی توجه شما را به افغانستان در یک نگاه جلب میکنم. به دنبالش خبرهای کاناداست که مانند سابق دوست گرامی ما آی برشنا نظری روان کردن که و در همین بخش شما گزارشاتی از نان کباب هم خود دیدین. سفارت آلمان برای افغانستان در خبرنامه از واجدان شرایط برنامه پذیرش فدرال خواسته است که برای شمولیت در این برنامه به هیچ فرد و نهاد پول ندهند. این سفارت امروز دوشنبه گفته است هیچ یک از مراجع زیرسالای ثبت نام برای رسیدگی به قضایا و درخواست های پول مطالبه نمی کنند. بنابراین در مقابل این چنین پیشنهادات مشکوک باشین. با گفته سفارت آلمان برای افغانستان ارائه درخواست های انفرادی به برنامه پذیرش فدرال امکان پذیر نیست و تنها درخواست از طریق مراجع زیرسالا برای ثبت نام ممکن است. در ادامه گفته شده است که این مراجع نیز در مرحله اول فقط موارد را برای این برنامه پیشنهاد میکنند که از قبل در اختیار دارند. خبرنامه افزوده است که در حال حاضر ارائه درخواست های جدید حتی از طریق نهادهای رسمی آلمان مانند وزارتخانه ها سفارت آلمان در کابل و یا مؤسسات همکاری کشور امکان پذیر نیست. بر اساس برنامه جدید که حکومت آلمان اعلام کرده قرار است بیش از 37,000 تن از شهروندان افغانستان و اعضای خانوادهشان که در معرض خطر جدی قرار دارند در آلمان پذیرفته شوند. دولت آلمان اعلام کرده است که در این برنامه بیش از 24,000 تن از کارکنان محلی سابق آلمان و اعضای خانوادهشان نیز شاملند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک عید بر ریاست انار ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بر روز سه شنبه به کابل سفر میکند. در خبرنامه که عصر امروز دوشنبه منتشر شد گفته شده است که در جریان سفر این عیاد به کابل به شمول روابط دو جانبه در مورد همکاری ها در بخش تعلیم، تجارت، سرمایه گذاری، اتصال منطقوی، روابط میان مردم و امنیت منطقوی گفتگو صورت میگیرد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان به این موضوع نیز اشاره شده است که هر دو طرف روی تامین صلح در افغانستان و همچنان در مورد ثبات دائمی میان دو کشور بحث خواهند کرد. خبرنامه می افزد که پاکستان به تلاش‌هایش برای کمک به مردم افغانستان به ویژه کاهش بحران بشری و فراهم ساختن فرصت‌های برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان، مردان و کودکان افغان ادامه داده و گفتگوهای مفیدی را در این زمینه‌ها انجام خواهد داد. وزارت خارجه عربستان سعودی میگوید که عبدالکریم الخریجی معاون این وزارت با اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده است. این وزارت صبح امروز دوشنبه در توییترش نوشته است که در این دیدار در پیوند به تحولات افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفته است. وزارت خارجه عربستان جزئیات بیشتر در مورد نداده است. ازبکستان از کشورهایی است که با امارات اسلامی افغانستان رابطه نیک دارد. این کشور همچنین چندین پروژه بزرگ اقتصادی مشترک با افغانستان دارد و بالاخره شماری از دکانداران در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز ادعا میکنند که طالبان تحت نام مالیه از آنان اضافه ستانی و باجگیری میکنند. این دکانداران امروز دوشنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان تحت نام مالیه و بدون در نظر داشته وضعیت معاملات از دکانداران در شهر
اضافه ستانی و پاچگیری میکنند. عبدالله نامی مستعار، یکی از دکانداران شهر زرنج، در صحبت با روزنامه اشتوب گفته است که مالیه سال 1400 ما دکانداران معمولاً 1500 تا 2000 افغانی بود، اما آلا طالب آمده است میگه 8000 بدهید. این دکانداران میافزاید در حالی که وضع کاروبار نسبت به سال قبل بدتر شده است و مردم از مجبوری دکانداری میکنند، اما طالبان از ما باجگیری را شروع کردند. دکانداران شهر زرنج همچنین ادعا میکنند که باجگیری و فساد در این شهر و گمرکات تحت کنترل طالبان نسبت به زمان جمهوریت افزایش یافته است. پیش از این شماری از رانندگان در نیمروز نیز از اخاذی توسط طالبان شکایت کرده بودند. بازم با تشکر از آقای برشنا نظری در ارسال خبرهای از کانادا و تورنتو که هم از طریق تلویزیون نشر می شود در صفحه افغانها در تورنتو. مسئولین بانک های غذایی در منطقه سوری در نزدیکی ونکوور کانادا میگن که به مواد خوراکی به ویژه غذاهای حلال مانند گوشت بیشتر نیاز دارند تا به مراجعین توضیح کنند. ویجی نایدو مسئول امور ارتباط بانک‌های غذایی منطقه سوری در بریتیش کولومبیا میگوید که آنان هر روز بیشتر از 3000 خانواده را از نگاه مواد غذایی تمویل میکنند. این 3000 خانواده را تنها یک منطقه سوری، یعنی دوستا درک کنن که وضعیت کانادا اونقدر خوب نیست که بعضی‌ها فکر کردن که اینجا بسیار آرامش است. اما در این اواخر تقاضا برای مواد خوراکی حلال به خصوص گوشت حلال افزایش یافته است. این مسئول بانک غذایی منطقه سوری با اشاره به ورود مهاجرین تازه وارد میگوید که حالا حدود 80% مراجعین آنان مسلمانانی هستند که از کشورهای مختلف به شمول افغانستان به این منطقه آمدند. مسئولین بانک‌های غذایی در سوری از نهادهای کمک کننده و مردم خواستند تا با توجه به خواست‌های مراجعین و در نظر داشت فرهنگ غذایی این مهاجرین در زمینه فراهم کردن غذای حلال همکاری کنند. در ماه‌های اخیر به صدها خانواده افغان که تحت برنامه بشردوستانه کانادا از افغانستان به این کشور منتقل شدند در بریتیش کولومبیا و در منطقه سوری آن ولایت جا به جا شدند. بر روز شنبه 26 نوامبر در همکاری با افغانان مقیم تورنتو رستوران نان و کباب مقدار زیاد مواد غذایی برای سپردن به بانک غذایی جمع‌آوری شد. البته این پروسه یک بار دیگر نیست توسط رستوران نان و کباب تکرار شده بود، گرچه تبلیغات زیاد صورت گرفته بود ولی انتظار می‌رفت که هموطنان زیاد شرکت کنند، اما بازم خوب بود تعداد زیاد از هموطنان بود. ولی کوشش کنیم که در همچون کارها هم سهم خود ادا کنیم. واقعا در همین جام تو شما گزارش بریتیش کولومبیا را شنیدین، روزانه هزارها خانواده، شاید دهصدها هموطن ما شما باشن، از این بانک ها غذا میگیرن و اگر اینا غذا نگیرن باور کنین که با سوی تغذیه برابر میشن و ده ها جنجال دیگه برشان پیدا میشه. پس هر وقتی که در همچه خیلی میبینین یا در فروشگاه میرین، وقتی که صندوق ها رو میبینین، یک قوطی کند و قوطی مثلا کنسرو شده لوبیا نخوتی رو میذارین، شما یک خانواده را در همین جا هم تضمین کردین. حتمی نیست که بگویم که در اینجا کسی نیازمند نیست. باور کنین اینکه نیازمندی که در اینجا داریم در بسیار جایا نیست، ولی به این معنی بازم نیست که شما وطنتان فراموش کنین و بهش دمچی بشین. گزارش در این رابطه جمع‌آوری مواد غذایی از رستوران نان و کباب ما تهیه کردیم که با شما یک جا میبینیم و دوباره برمیگردیم در رابطه به این که استفاده درست و ناشایست از تلفن چی پیامدهایی داره. قراره که اطلاع داشتین امروز تعداد کثیر از هموطنان ما مواد خوراکی آوردن به شعبه جدید نان و کباب تا ادا شود به بانک مواد غذایی که از جمله رئیس فدای ماین آغاز سید نسیم آقا هستند، ماین هنجان،
مرجان زمانی، مرجان شاهوی، آقای تبیسی درکی. سلام علیکم. سلام، how are you? Not bad. What are you doing here? So today we're here to have a food drive and all of these non-perishables will go towards people that are homeless or that are in need of food. So this initiative is brought today by Non Kebab. Mm-hmm. All right, then you're going to distribute it to the food bank. Yes, we'll be distributed to the food bank. Good. آقای صدیقی، شما در این مورد بگوین؟ یک پروگرام است از طرف، البته پروگرام دوم است به خاطر فود بانک، بانک جهانی غذا اینا را تهیه کردیم و هموطنان ما قسمی که میبینین اینا همه کمک کردن. این البته بر نیازمندان میره، کسانی که در کانادا ضرورت دارن اینا میتونن از فود بانک یا بانک جهانی غذا هفته بار فکر کنم یا هفته چند بار میتونه مراجعه کنن و باشد غذا داده میشه. البته اینا غذای کنسرو شدگی است که خراب نمیشه و ای از تشکری میکنم از تمام هموطنان ما که زحمت کشیدن، قدم رنجا فرمودن، ما رو کمک کردن و از تلویزیون جهانی امید تشکری میکنم که بسیار کمک کردن در قسمت مارکتینگش. بعد خانه است من دعا کنی که ما مسابقه ارجنتین ندیدیم، اومدیم حالا دعا میکنیم که ارجنتین ببره که مسابقه را ندیدیم. آقا صاحب سلام علیکم. چطور هستید؟ صد شما جا شما جور. خیر خیرت. نظر شما چی سوال صاحب؟ واقعا من امروز آمدم همینجا یک مقدار بچه ها که توانایی داشتن و در مدده توانایی کمک آوردن و یه ابتکار از تمیم جان و مسئولین نان کباب است که واقعا یک ابتکار خوبی سال دومشان است که به مردمی که نو میان و به بضاعت هستن و یک کمک بسیار بزرگ است و من توقع دارم که همه بزنس های افغانی در این رابطه سهم بگیرن و شخصیت ها و کسایی که توانایی دارن سهم بگیرن و این کمک کنن و من تشکر از مسئولین نان کباب میکنم با این اقدام نیکشون. زنده باشید. خدا آقای میهن سروری، سلام علیکم. سلام علیکم شما و جای اینجور تمام دوستا و تلویزیون شما. آخر از همه تشکر میکنم از تمام کسانی که زحمت کشیدن و امروز در یوای سر تانستن یک چیزی برای کمک برای فود بانک که از طریق نان کباب، از طریق تمام صدیقی صاحب و تیمشان که ارگنایز شدن ما رو یک عدد کوچکی که تانستیم کمک خدا کردیم. خیلی بسیار یک کار نیک است و از کلگی دیگه دوستا و وطندارا و کمیونیتیش خود ما میخواییم که تا بتانند دیگه اعضای وطندارای خود دعوت کنند از دوستا و یک کاری مثبت است و ما از این پشتیبانه میکنیم. بسیار تشکر زنده باشین. خب دوستا هستن که مختصر نظر شما رو میخواییم بگیریم، اما آقا صاحب میهن جان از آقای تمیم صدیقی یاد کردن و همکارا، ولی در رشد این بزنس یک چیری موفق تر از کلگی هست که میخواییم او رو هم معرفی کنم. او چیری موفق خانم موفقی هست که سویتا جان هست که واقعا ابتکارات زیاده داره. سویتا جان و سریبا جان که برای اتنا هم باید تبریک بگیم. شما سیم نظرتان؟ من به اضافه دوستای دیگر نظر مثبت دارم. واقعاً آقای تمیم صدیقی با خانم شان و همچنان نان کباب بهترین ابتکار کردن. امروز با کلابریشن با فود بانک مواد غذایی جمع کردن و با خانواده های بی‌بضاعت، خصوصا خانواده های گینه با کانادا میان و نیاز دارن و با ما کمک میشه. بسیار کار عالی و ابتکاری. تشکر. خوب است. آقای زمانی سلام خدمت شما. آقای نصیر خالد همکارایتان در تلویزیون امید. این کار خیر و گرید انیشیتیو و اقدامی نیکه که آقای صدیقی، خانمش و همکارانشان انجام دادن بسیار یک کار خوب، یک کار نیک و افتخار ماست در کمیونیتی که اول یک بزنسمن موفق هستن و غذای افغانی را در کانادا بسیار به نحو خوب برای مردم تهیه میکنن و این کارهای والنتیری که در کنارش برای مردم و بی‌بضاعت ها و مردم هایی که غریب هستن انجام میتن واقعا جای افتخار است. ما موفقیت های مزید از خداوند برایشان آرزو داریم. آقای شاوی، ما دیگر دوستا گفتن، بازم یک بار دیگر از آقای صدیقی و خانمشان سپاسگزاری میکنیم که نمی ایونت بگویم که ما آمدیم ارگنایز کردن.
آقای صدیقی نه تنها حال دو دمی دو دهد اقل یکی از چرای اثرگذار بودن و خدمتشان رسیدن. ولی جان گفت که اصلا مریم جان سلیمی بله. این انشتف از مریم جان از دوگه کردت شما نمیخواییم بگیرم. خود مریم جان شما مریم جان شما بوین به انگلیسی میگین فارسی میگین چرا اقدام به چین کار کردیم؟ We got together today because unfortunately there's a lot of food shortages in the city, and there's a lot of people that need our help. Naan Kebab focuses a lot on international charities and local charities as well, but one thing that we wanted to do was collect all our food donations and work with Daily Bread to help our community. So as you can see, we've gone together with a lot of the community members here, we've gone together with a lot of businesses, and we're so thankful and fortunate to have all these donations and more here and in support of a good cause. Sure. So I thank you guys all for being here and being a part of such an amazing initiative. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It's not only ours, it's a group effort. For sure, 100%. Yes. It's always good. Thank you very much. But it's always important the person who takes the initiative to me to take the leadership. به بینده گرامی شما صحبتها رو شنیدیم. یکی از گفت های بسیار جالبه که خواهرم رو پیشتر یاد کردن ایست که گفتن ما مواد جمع میکنیم به خاطر از کمبود مواد غذایی در کانادا هم محسوس است. بخصوص در تورنتو و همونطور که ما در برنامه قبل گفتیم کسایی که در کانادا زندگی میکنن این شرم نیست، آر نیست، ننگ نیست که از بانک غذایی اینا غذا طلب میکنن و امیدوارستم که انتقاداتی هم بالای این پروسه صورت نگیره. اما یقین دارم که در پروسه بعدی انشالله کارهای بهتری هم برای وطن انجام خواهد دادیم در همکاری با نان و کباب. و هم تشکر میکنم از توجه شما. قانون خانوادگی تام گرم و همیشه سبز. بفرمایید بگذارین. سلیمان جان است که پیشتر یاد کردیم که دو چهره موفقی که واقعا کار کردن. چطور است نظر خودت راجع به کار؟ چرا ابتکار کردین سلیمان جان؟ نتیجه نقن و علای کار خیر است. باید از کل ما سهم بگیریم. قسمی که در پروگرام تان شما بسیار خوب گفتین همه تا کارم در باره وطن خود باید از غم شب خورد. در این زمان یام یک وطن ما سن و مردم اینجا مردم هستن که مستحق کمک هستن و شما رو خدا خیر به تک آمدین. تشکر از کمک شما. خدا باشین. Well done. We collected a lot. Well, good stuff. Yeah, it's needed this year. Oh wow, look at this. Amazing. Well done. Oh my god. This is incredible. Well, I got... Wow. This could go a long way for people. Well done. Yeah, you find a safe place. Okay, say a few words about this project. Oh my gosh. Well, it's pretty moving to see such a big set of donations. And this year, as we know, it is needed more than ever. It's needed here in our community that is full of refugees, full of people who've come from around the world, including Afghans, and who need our support. It's also full of people who are having a hard time. Because the economy is tight and there's inflation and there's change all around us. But it reminds us that this is why we're here. We're not here for ourselves. We're not here to feast and enjoy. We're here to help other people. Thank you. Christian, have you met Martin? Yeah. From Tlo, eh? Yeah. One good of the you. I remember. Most famous. Thank you. One of the originals. The originals, exactly. Your grandson. Good to see you guys. Thanks for. چطور شد آخر؟
بسیار موفق بودیم. It was a successful event and the turnout was outstanding. As you can see, all of us got together and we filled a truck full of donations that we will be sending off to the Toronto Daily Food Bank. Thank you for all your contributions. We will be collecting a few more donation items at all our other locations within the GTA, and this is the non-kebab locations, and we will be sending them in the following week. So they will be delivered to the Toronto Daily Food Bank in short time. Thank you. و خودتم امروز خوب مصروف بودی که دیگر؟ والا کار خیر بود دیگر، خواستیم که ثوابت آج بگیریم. تشکر. خدا نگهدار شما. تشکر از خودتان. خب بندرک رومی، به پایان برنامه نزدیک شده میریم و امیدوارستم که کلیپ را که شما دیدین مورد پسند شما قرار گرفته باشه. بازم تشکر از نان و کباب. در این زمان یادتون باشه که مثال شهر کنگستون که بین سر تورنتو و اتاوا قرار داره اعلان کرده که در فصل تعطیلات سال نو کسایی که تکت جریمه در پارکینگ البته گرفتن میتونن که عوض تکت پول نقد اسباب بازی تحویل بدن. وزارت صحت بریتیش کلمبیا مقررات استخدام دکترهای تحصیل کرده در خارج از کانادا را آسان تر کرد تا بتواند دکتران بیشتری را استخدام کنند. و خب این بود خبرهای کانادا. و در آخر بینگرامی یک چیز میخواییم تذکر بتم که این تلفن شما که میبینین برای دو کار معمولا به درد میخوره، تماس و معلومات هایی که در تلفن است که در خبرها و اینا. این دو مورد مورد شایستش هست، یعنی کار مفید است. و در مورد هم که اذیت میشه مردم، آزار میتون مردم ها، ای باز استفاده ناشایست است. بعدا اتفاق میفته که مثلا کسی بلین می باشه، یکی دیگر بلین می رو میگه تو خاموش باش، و نفر دیگیره که بلین می رن غیبت از اون نفر میکنن، این دو نفر با هم دشمن میشن. و یا ای که شما با کسی صحبت میکنین، کسی دیگه در اونجا می باشه، صدای تلفن بلند میگذارین و گپایی که گفته میشه نفر سیون میشنم. این چیزاییست که باعث اذیت دیگر رو میشه و باعث عظیم میشه که مردم در برابر هم دیگر قرار بگیرن، عقده ها تولید شود، دشمنی ها تولید شود. امیدوارستیم همین کار هموطنان که کردن بعد از این ادامه نتن. با پایان برنامه امشب رسیدیم. تشکر میکنم از توجهتان. قانون خانوادگی تان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه هر کوی کسی نمیش با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقی، نگهدار یک و یک شما باتون.